تصاویری از مردم کره شمالی که تا به حال ندیدید. تصاویری که یک عکاس انگلیسی به نام طارق زائدی گرفته است. با هم در این ویدیو در مورد این عکس‌ها و این تصاویر از مردم کره شمالی که تا به حال ندیدید صحبت می‌کنیم. یک عکاس انگلیسی با سفر به یکی از مرموزترین کشورهای جهان تصاویری از زندگی روزمره و عادی مردم کره شمالی را ثبت کرده که هیچ کجا ندیده ایم. طارق زائدی نام یک عکاس جسور است که سفر به کشور منزوی و مرموز کره شمالی را ترتیب می دهد تا تصاویری از زندگی روزمره مردمان این سرزمین ثبت کند. اما این سفر با چالش‌های منحصر به فردی همراه است. به گفته زائدی، مقامات کره شمالی نظارت دقیقی بر فعالیت‌های او داشتند و در پایان هر روز عکس‌های او را بررسی می‌کردند. هر عکسی که به نظر آنها نامناسب بود بدون هیچ گونه درنگی حذف می‌شد. با وجود این محدودیت‌ها، زائدی موفق به ثبت تصاویر دیدنی از کره شمالی شد. او دوبار قبل از شیوع ویروس کرونا به این کشور سفر کرد و فرصت این را به دست آورد تا چیزهای عادی که در یک کشور عجیب بسیار عجیب هستند را با لنز دوربین خود به تصویر بکشند. همراهان همیشگی زائدی در این سفر دو راهنمای کره‌ای هستند که نقش ناظر را نیز بر عهده دارند. آنها در تمام لحظات کنار زائدی حضور دارند و به او اجازه نمی‌دهند که از هر چیزی که می‌خواهد عکس بگیرد. زائدی در گفتگو با وبسایت پتاپیکسل از تجربیات خود در کره شمالی می‌گوید: راهنماها به طور دائم عکس‌هایم را چک می‌کردند و هر عکسی که مغایر با معیارهای آنها بود بدون معطلی حذف می‌کردند. آنها کیفیت تصاویر را بسیار مهم می‌دانستند و مدام به من گوشزد می‌کردند که باید عکس‌های بهتری بگیرم. با وجود این محدودیت‌ها، زائدی از سفر خود به کره شمالی پشیمان نیست و تصاویری که ثبت کرد گویای زندگی روزمره مردمان این کشور و فرهنگ منحصر به فرد آنهاست. این تصاویر روایتگر زندگی واقعی مردم کره شمالی است. عکس‌های او دریچه ای را به سوی کره شمالی می‌گشاید، کشوری که برای بسیاری ناشناخته است و به ما کمک می‌کند تا این سرزمین را از زاویه دید متفاوت ببینیم. این دیدنی ها و مناظر در کره شمالی کم نیستند. مثلا عکسی که در دامنه کوه و در سایه‌سار درختان بساط پیکنیک پهن شده و مردم از صرف نهار در طبیعت لذت می‌برند. مقصد آنها آبشارهای اولیم است که نامشان برگرفته از واژه‌ای کره‌ای به نام پژواک یا ارتعاش صداست. نامی که با قررش پرتنین آبشار که تا شعاع 4 کیلومتری به گوش میرسد همخوانی کامل دارد. یا عکس بعدی که دورنمای شهر پیونگیانگ است. پایتخت کره شمالی از فراز برج ایدجوچه منظری تماشایی و حیرت انگیز را به نمایش میگذارد. در گوشه بالا سمت راست تصویر بنای یادبود تأسیس حزب خودنمایی می کند که نمادی از اتحاد طبقه کارگر، کشاورزان و روشنفکران در این کشور است. برج ایدجوچه با ارتفاع 170 متری خود یکی از بلندترین سازه های کره شمالی به شمار می رود و به عنوان نمادی از ایدئولوژی جوچه، فلسفه سیاسی حاکم بر این کشور شناخته می شود. طارق زائدی میگوید که در بازدید اخیرش از کره شمالی مقامات این کشور طبق روال معمول که در سایر کشورها معمول است اجازه عکاسی از اماکن نظامی را هم به او ندادند. حتی اجازه عکاسی از افراد به صورت تکی هم در کره شمالی ممنوع است و فقط می توانید عکس‌های گروهی ثبت کنید. اما او میگوید که بیشتر عکسهایش را در حالت حرکت و از داخل ماشین‌های در حال تردد در خیابان گرفته.
عکس‌هایی از بناهای یادبود رسمی نیز با همراهی راهنماها انجام گرفته. نکته قابل توجهی که این عکاس میگوید این است که راهنماها به طور دائم عکس‌های او را چک می‌کردند و درخواست حذف عکس‌های خاص را داشتند. او میگوید زمانی که علت حذف عکس‌های غیر نظامی را از راهنماها میپرسیده، آنها میگفتند که عکس‌ها خیلی زیبا نبوده و او باید عکس‌های بهتری را ثبت کند. این دخالت در کار عکاس واقعاً خنده‌دار بود. عکس بعدی در حاشیه رودخانه است که در مسیر بین آبشارهای اولیم و هامهونگ قرار دارد. مردم مشغول شستشوی ماشین و جمع‌آوری شن و ماسه هستند. یا عکسی که مردی با یونیفرم نظامی مراقب افرادی است که در نزدیکی وونسان در حال شنا هستند. یا عکس دیگری که در لابی هتل کومگانسان در کوه کومگان یک باربر و زنی را نشان می‌دهد. این هتل محل برگزاری دیدارهای دو کره برای خانواده‌های جدا شده است. منطقه گردشگری کوه کومگان. و همچنین عکس دیگری که تندیس عظیم مانسو است. مجسمه‌های برنزی عظیم از رهبر کیم ایل سونگ و رهبر کیم جونگ ایل در مرکز شهر پیونگیان. تصویری که روز قبل از روز آزادی گرفته شده است. جایی که پرسنل نظامی برای ادای احترام و تقدیم گل به رهبران از این بنا بازدید می کنند. روز آزادی یکی از مهمترین روزهای کره شمالی است که به مناسبت آزادی این کشور از ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم جشن گرفته می شود. زمانی که زایدی به کره شمالی رسید، قبل از ورود به این کشور منزوی، تجهیزات او مورد بازرسی و ثبت قرار سپس او در سراسر کره شمالی سفر کرد و از داندونگ در مرز چین تا منطقه غیر نظامی در جنوب را بازدید کرد. این عکاس میگوید مردم خونگرم و مهمان نوازی بودند. هرچند با بالا بردن دوربینش واکنش‌های متفاوتی دریافت میکرد. او در مورد رفتار مردم کره شمالی میگوید به طور کلی کودکان مشکلی با عکس گرفتن من نداشتند. و بزرگسالان نیز پس از چند دقیقه درخواست مؤدبانه به من اجازه عکس گرفتن می‌دادند. البته این موضوع به محل حضور ما بستگی داشت. برای مثال وقتی دوربینم را در مترو به طرف مردم می‌گرفتم، همه آنها با خجالت سرشان را پایین می‌انداختند تا در عکس‌های من دیده نشوند. مطمئن نیستم که این به خاطر تفاوت‌های فرهنگی یا خجالتی بودن یا کمبود فرهنگ عکاسی در این کشور باشد. درست مثل هر جای دیگری از دنیا، من فقط از کسانی که مایل به عکس گرفتن بودند عکس گرفتم و به کسانی که تمایلی نداشتند احترام می‌گذاشتم. مثلا عکسی که گرفتم از دختری در مهد کودک چانگنا در شهر چونگجین در استان هامکیونگ شمالی، مشغول نواختن ویولونسل بود. یا عکس دیگری در خانه یک کشاورز در مزرعه تعاونی میگوگ ساریون، یک لباس نظامی آویزان شده که با مدال‌های متعددی تزیین شده بود جلب توجه می‌کرد. یا عکس دیگری که ثبت لحظه خصوصی میان نگهبانان ورودی کتابخانه مرکزی در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی را نشان می‌داد. و همچنین عکسی که کلاس نقاشی در کاخ کودکان مانگیونگده در پیونگیانگ بود. زائدی برای نخستین بار در سال 2017 و با هدف شرکت در یک مسابقه عکاسی به کره شمالی سفر کرد. او نهایت استفاده را برد و موفق شد تصاویری را از زندگی روزمره در کره شمالی ثبت کند که هرگز دیده نشده بود. این مجموعه عکس‌ها حالا در کتابی به عنوان کره شمالی بهشت مردم منتشر شده است. خب دوستان، این بود تصاویری از مردم کره شمالی که تا به حال ندیده اید. از این جهت که هر تصویری که دیدیم تصویرهای بسیار شاید خیلی بدی بوده و همیشه مردم کره شمالی رو در حال گشنگی و با لباسهای مندرس نشون داده.
و این عکس ها متفاوت بوده از اون چه که تا به حال بوده. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. این بود تصاویری از مردم کره شمالی و لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستانتون که علاقمند به این شکل ویدئوها هستن معرفی کنید و اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. بسیار بسیار متشکریم از اینکه بیننده کانال خودتون هستید.